استاد گلپا صبح از خواب بیدار میشه، هفته پیش براتون صدای گلی همسرشو پخش کردم، بهش میگه لباسامو بیار من امشب کنسرت دارم و غیره، چون خواب دیده بود، اون خوابش تعریف میکنه. برخی میگن ایشون مریض بوده و فلان و چشش نمیدیده و اینا، من همه این راز رو میشم به شما بگم. استاد گلپا چند سال بود که پس از اینکه رفتن از پاریس تهران، ایشون بازداشت کردن، سکته کردن و خاطر که بیماری قندم داشتن، چششون رو یکی رو دست داده بودن، چش دیگه ضعیف بود. مشکل دیگه که استاد گلپا سالها بود داشتن، اصلا مال الان نبود. این مزخرفاتی که میگن استاد گوشش نمیشنه، چش اینا مزخرفه، همه دروغه. استاد گلپایگانی گوششون سالها بود که نمیشنید. مثل میلیون ها انسان در جهان سمعک به گوش میگذاشتن. سمعک. وقتی پاریس هم درش می آوردن، من بهترین باتری امکانات رو گوششون گفتم استاد سمعک رو در نیاری، یه بار خدای نگرده گولی جان اگه باید جون حرف زد من حرف زدم بشنوید، سمعک اگه نداشتن نمیشنه. مثل که همیانا خیلی از ما نمیدونیم که آقا باید عینک بزنیم، باید سمعک رو گوشمون بکنیم. حالا این که دو مورد، یعنی استاد رو میگن آقاشون مریض بودید، نه 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 نه، ایشون تا من حتی وقتی که اینجا روی آنتن شما اعلام کردم دو ماه پیش برید دیدنش، چند نفر از شاگرداش رفتن تو، چند نفر نتونستن رفتن تو، همه اونایی که رفتن تو آدمای معتبر میگن اوستا برای تو که درود فرستاد هیچ، و در جریان بود، داشت دودون پاس را میبینید جلوش بود و غیره و مثل سابق. حالا ایشون صبح میبرن به بیمارستان، میدونید که جریان کشتن داریوش مهرجویی بود که کنار داریوش مهرجویی دفن کردن استاد گلپالو. جریان داریوش مهرجویی بود، رژیم رو لرزونده بود، حماس و غیره. استاد رو صبح میبرن بیمارستان آقای شرفشاهی، بعد از چند ساعت پیکر ایشون از بیمارستان میاد پایین. مشخصا همین کار رو با برادر خود من کردم در هفتم آبان ماهی که اولین مسافران پاسارگاد در سال 1990 برادر من بود با یارانش.